هنوز هم کلات خیج به شهر دست بافته های سنتی معروفه. همین دستگاه رو تو خونشون دارم. در ورای این کوچه باغ ها، خانه ها و اماکن و آثار تاریخی شهر کلات خیج، فرهنگ و هنر مردمانش جاذبه های خاص خودشو داره. اونقدر که حتی گردشگرانی مثل لوئیس از بارسلون اسپانیا هم به این نتیجه رسیدن. از نظر فیزیکی خیلی جاها در جهان تاریخیه، ولی تو کلات خیج در درجه اول این مردمش هستن که اینجا رو تاریخی کردن. مردمی که تونستن فرهنگ و هنرشون رو نگه دارن و نشون بدن. اینجا خانم‌ها با صنایع دستیشون دیده شدند و بخش اعظم اقتصادشون رو رونق دادن. هستی اصلی کارمون از 20 نفر خانم شد که با هم جمع شدیم، جلسه گذاشتیم که بخوایم یه ترقی و پیشرفتی تو کلات خیج بذاریم. و آغاز موفقیت‌ها با فعالیت در قالب شرکت تعاونی. از قابلیت‌ترین شرکت تعاونی که آیین و فرهنگ گذشته را دوباره احیا کردند. و نخستین گام احیای بافت پارچه‌هایی با رنگ و الیاف 100% طبیعی. پارچه‌ای که من دارم میافم ماهوته که قرنها پیش متداول بوده و از بین رفته و الان من تقریبا یک سالی که احیاش کردم. از تهران اومدن سفارش دادن، از انگلستان سفارش دادن که براشون پارچه رو بافم و بفرست. فقط بافت پارچه‌های سنتی با الیاف طبیعی برای بیش از 800 بانوی کلات خیجی سالانه بیش از 500 میلیون تومان درآمدزایی داره. اما این تمام ماجرا نیست. به خاطر نوع فعالیت این شرکت تعاونی، تبدیل خانه‌های قدیمی به اقامتگاه‌های بومگردی در این شهر به سرعت رو به افزایشه. پذیرایشون خیلی خوب بود با غذاهای محلی. مدیریت ذخیره آب‌های سطحی در زمستان و بکارگیری برای پرورش ماهی و دیگر محصولات کشاورزی از فعالیت‌های این شرکت تعاونیه. با آب این استخر بیش از 2 هکتار در طول سال میشه کشت و کار کرد. سالانه ظرفیت برداشت بیش از 2 تن ماهی کپور رو حداقل داره. اینجا یک مدرسه متروکه است که ازش بهره برداری اقتصادی میشه. در قالب فعالیت همین شرکت تعاونی. تلاشمون اینه که گردشگر از این 29 محصول خانگی ما خرید کنن، بعد از اینجا راضی برن. ما خانمای کلات خیج بیش از 15 نوع سبزی خشک می‌کنیم. قالیچه و تابلو فرش می‌بافیم که گردشگر از اینجا دست خالی نره. هر چه خانم‌ها تولید کردن ما اینجا می‌فروشیم. این کار به حسب با کمک خدا زنده شد. توسعه گردشگری کلات خیج و رونق بخشی اشتغال 900 بانوی هنرمند و ایجاد 200 شغل جدید در قالب فعالیت شرکت تعاونی بخشی از ثمرات همت بانوان کلات خیج است. زهرا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شاهرود، کلات خیج.